بانی ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی و عرض سلام حضور جمع ارزشمند حاضر. جلسه سیاسی رو دو چندان نمود. انتخابات 24 خرداد تلاش بیوقفه و شبانه‌روزی را می‌طلبید با انتخابات گذشته. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی‌گری در سیاست‌گذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانون‌گرایی نیاز دارد. گفتمان و برنامه‌ای که در انتخابات از رأی اکثریت جامعه برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل، که سخن مشترک همه جریان‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی است که هم دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را پاس می‌دارند و به تلاش‌های دولت‌های پس از انقلاب حرمت می‌نهند و هم دغدغه وضع خطیر کشور و کاستی‌ها و تنگناهای موجود در شرایط کنونی را دارند. جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد. باید از رنج معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود. باید به اقتصاد، به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی دیگر داد. جهتگیری دولت، نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان خواهد بود. دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت. اگرچه تنگناها و مشکلات کشور فراوان است، اما افق‌های آینده روشن و امیدبخش است. توفیق روزافزون نمایم. در پایان و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. من میخوام بگویم این فشارهای دشمنان درست است که برای مردم مشکلاتی را به وجود می آورد، اما تجربه های با ارزشی هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم می گذاره. درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم این است که باید هر چه می توانیم به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم، هر چه می توانیم در درون خودمون رو مقتدر کنیم، دل به بیرون نبندیم. اونایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می بندند با یک چنین مشکلاتی وقتی مواجه بشوند خلع سلاح خواهند شد. خدمات فراوانی کردند، کارهای مهمی رو انجام دادند. تشکر کنم. جریان پیشرفت کشور و پیشرفت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی توقف پذیر نیست و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهیدان از ما راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.